وقت ندارم. احتمالاً این جملات براتون آشناست. وقت ندارم، اصلا به کارام نمیرسم، فرصت کافی برای این کار ندارم، نمیتونم انجامش بدم و و و. این جملات در واقع بهانه هایی هستند که شما را از آنچه میخواهید دور و دورتر میکنند. تا الان به خودتون فکر کردین که انسان های موفق چطور این همه کار رو در روز انجام میدند؟ بدون شک آنها هم 24 ساعت زمان در یک شبانه روز دارند. پس چگونه برای همه فعالیت های زندگی شخصی و حرفه‌ای خود وقت دارند؟ پاسخ این سوالات یکی هست: برنامه ریزی صحیح در زندگی دارند. شما میتونید با مدیریت صحیح زمان و دست برداشتن از بهانه گیری های بیهوده زندگی خود رو به مسیری هدایت کنید که واقعا شایسته آن هستید. دنیا پر از بدی هست. هر اتفاق بدی که در زندگی دیگران روی می دهد یا چیزهای بدی که شاهد آن هستین، قرار نیست لزوماً در زندگی شما نیز عیناً تکرار بشند. چرا با افکار بیپایه و بیاساس در وجود خود استرس ایجاد می کنید و منتظر مقابله با اتفاقهای بد هستین؟ این افکار فقط باعث می شند تا بدبین شده و انرژی های منفی رو به خود جذب کنید. در دنیا اتفاقهای ناراحت کننده و غیر انسانی روی می ده. اما این دلیل نمیشه تا چشمای خود رو روی زیبایی ها و اتفاقات شاد ببندید. رفتن به دل طبیعت، سفر کردن، حضور در جمع های دوستانه و خانوادگی، رفتن به جشنواره ها، انجام کارهای خیریه و غیره، همگی میتونن زیبایی های زندگی رو به شما نشون بدند. برای دیده شدن مسائل مثبت و خوب به آنها فرصت بدید. بعد نیز اشاره کنیم که یافته های علمی ثابت کردند که مردم به مطالعه و شنیدن اخبار بد و منفی گرایش زیادی دارند. با اینکه ممکنه این اتفاق بدون آگاهی درونی براتون رخ بده، اما این رو به یاد داشته باشین که زندگی یک انتخاب هست. شما میتونید به جای پیگیری اخبار منفی خبرهای خوب رو دنبال کنید. میترسم. ترس جزئی از وجود انسان هست و انواع گوناگونی داره. ترس از شکست، ترس از مرگ، از ناامیدی و و و. ما از شما نمیخوایم که منکر ترساتون بشین، اما باید توجه داشته باشین که بیشتر ترسای انسان احساسی و هیجانی هست و مبنای منطقی نداره. برای تشخیص ترسای منطقی از ترسای احساسی باید با خود صادق باشین و ببینید آیا این ترس دلیل عقلانی هم داره؟ گاهی یک تنبلی ساده میتونه شما را از ایجاد تغییر بترسونه، یا از ترس تنها موندن حاضر میشین در شرایط ناگوار احساسی باقی بمونید. با شناخت و تشخیص ریشه ترس میتونید اونها را از بین برده و زندگی شادتر و موفقتری را در پیش بگیرید. پول کافی ندارم. بسیاری از کارهایی که در ذهن داریم و با بهانه کمبود مالی به سراغ اجرای کردنشون نمیریم را میتوان با مبالغ کم و محدود انجام داد. گاهی بعضی از ما بدون تحقیق و مطالعه فقط بر اساس تصورات ذهنی از انجام فعالیت‌هایی که موجب پیشرفت یا شادیمون هستند دست میکشیم، یا حتی از ترس کسر بودجه به سراغشون نمیریم. اما این را در ذهن داشته باشین که مشکلات مالی همیشه قابل حل شدن هستند. پس از رویاهای خود دست نکشید. این کار از عهده من خارج هست. برای بسیاری از ما پیش اومده که ما با توجه به شرایط موجود و مشکل به نظر رسیدن یک هدف از تلاش برای انجام آن دست برداشتیم. اما مطمئن باشین هیچ کاری در دنیا غیر ممکن نیست. این ذهن انسان هست که برای خود محدودیت ایجاد میکنه. شاید رسیدن به هدف زمان زیاد نیاز داشته باشه، اما ممکن و قابل اجرا هست. این رو باور کنید.
الان وقتش نیست. واقعیت این هست که این بهانه رو میتونید تا ابد ادامه بدید. اگر بخواید منتظر زمان مناسب باشین، تقریبا هرگز پیش نمیاد. همیشه مشکل و بهانه‌ای برای انجام امور وجود داره. پس آستین‌ها رو بالا بزنید و با برنامه‌ریزی صحیح برای تحقق آرزوهاتون تلاش کنید و فرصت‌ها رو غنیمت بشمارید. خیلی ممنون از شما دوستان عزیز که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. لطفاً برای ویدیوهای بیشتر چنل رو سابسکرایب کنید و نظر خودتون رو برای ما کامنت کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.